बस हमें सारी चीज मुहासिले अलजबरी छानने तो कुवा है इन्होंने ना भी समझ कि नहीं मुहासिले है अलजबरी चांदिन कुवा मैं ने समझ कि आपको बारे में तो कुवा तो ना शायद zaman ki tu tokva da danışır, bu muhasireş az müdafaos meşir, muhasirom tarika, az tarika iki, or masul meşir, caz refi, az yak mürabba musbata mefi, az du mürabba musbata defi, az yak ifzar mefi, az du zarlar kusamiti do. Ve tu kusim muhasibar paydo gini, oru var mı yak, du tokva da da, çandil tokva da da, şuna çime gini, bakutili ta çandil tokva, mu du to oran dolayı. Ya ki mitonim kaze soyna tut mor gini, باید قضیه کوسانی رو دنبال کنیم باید میتونیم از طریقه گرافیکی بگیریم طریقه گرافیکی چی رو میگه؟ هر کدوم کوه ها رو با دو مرکبه یعنی دو معرفه تجزیه میکنیم سیگما اف از ایکس هم میگیریم سیگما اف از وایش هم میگیریم و بعد از اون چی رو پیدا میکنیم؟ محصله شون هم پیدا میکنیم حالا گوش کنیم بعد خود بهتر شاید بفهمیم هر دو شما یک جسم سلب داره در یک جسم سلب یا قوه برای عزیزی راست عمل کرده یا کما در این راستا عمل کرده یا کما این راستا و یا کما هم راستا چند تا کما داریم اف از یک، اف دو، اف سه، اف از چهار، اف از پنج چند تا کما عمل کردن یکش هم میمیدن نظر میریم جهت این بگیم باید طرف باشه برای ما پنج تا کما عمل کردن میگم اصلا این پنج تا کما رو پیدا کن ما در طریقه قضیه سوی ما میدونیم از اون طریقه دریافت کنیم در صورتی که تعداد قوای ما سه دانه باشد هر رو بیش از سه قوای شد ما مجبور هستیم به طریقه گرافیکی یعنی به این طریقه پیش بریم ما نوشته میگیم محصول چندین قوا به طریقه چی اول هم گرافیکی را در نظر میگیریم گرافیکی حالا ما که میخواهیم پیدا کنیم چندین تا قوا را برای ما دادن میگیم که اینو چندین تا قوا که هست حتما نقطه اثر اینو در یک جا تفاوت میگیرن اینا رو امتداد میدیم میاریم در یک نقطه چه چی میشه نقطه اثر همیشه نقطه اثر خواه رو شما در مرکز محور کمیات وضعه در نظر بگیریم هر بای محور کمیات وضعه این محور اکس باشه و این رو محور وای باشه محور وای زمانی که این مرکز این رکی جا عبارت از چیز داریم نقطه تاثیر خواه رو مومیم در کجا در مرکز اون قرار میدیم جا عبارت از چیز عبارت از اون زمانی که برای نوچی رو باید زوایا مشخص میکنه در خود سوال یک کما عمل کرده میگه یک کما به این راستا عمل کرده با جهت جمع به این سمت است این عبارت از کدوم کما است اف یک کمای دیگری که عمل کرده عبارت از چیست عبارت از اف پنج و این هم در این راستا عمل کرده گیست و حالا باید میفهمیم که کتله نقطه را چرا خواهیم بخاطر که یک جسم برگون داده بود از عباد سرخی نظر کردیم بخاطر محاسیم این یک نقطه در نظر گرفتیم و باید در این موقع قبلا برای شما جسم این کتله نقطه را برای شما یاد آور شده حالا یک قوای دیگر داده عبارت از چیست اف یا از چار جهتش هم برای زم و قوای دیگری داده برای ما چند اف سه و قوای دیگری هم داریم عبارت از چیست اف دو پرسیده شما صبح چه قسمی قواهایی که شما میدین هر کدومش در نوعیه مشخص اومده من میگم شما توجه کنین هر کدوم در همین قسمتی که در نظر گرفتم محور کمیت ما ترسیم کنم شما متوجه میشین که همین گم شده قواه اف چور در نوعیه سوم اومده قواه اف پنج در نوعیه قواه اف چور در نوعیه چهارم است قواه اف پنج در نوعیه سوم قواه اف یک در نوعیه دوم و دو تا قواه دیگه در نوعیه اول اومده من به همین گم ترسیم میکنم اما زوایای رکبر شما داده باشه خیلی با سهولت میتونیم این کار رو انجام بدیم حالا یه هر کدوم از قواه ها بدون مرکبه تجزیه میشه یعنی چی؟ این بدون معرفه ایش یکیش از اف از سه اکس معرفه بعدی دیگه چی سه؟ اف سه وای یک معرفه شد از این خلاص شده این را ترسیم میکنیم میشه این عبارت از کدوم قواه بود اف دو بود اف دو اکس معرفه های دیگرش هم در این راست است میشه اف دو وای این دوتا این هم با معرفه خود تجزیه میکنیم بعد دو معرفه که تجزیه شدن شما میتونستین این هم در نوعه چهار رو میگیریم که دو فرق نمکد چرا که جهت شما روز داریم مشکل نداشت و خلاف طرف منفی میرن حالا که ما رو در نظر میگیریم
جادش به سمت پایین است، یکی چی میشه؟ F یک Y و دیگه این میشه به سمت کدوم طرف است؟ جادی را به سمت مثبت کش کنه رویست، این را میشه F یک X. این را به دو معرفت اجزا کنیم، به سمت بالا میشه F مقدارش چی کدوم است؟ F 5 است، F 5 Y و این را به اینجا میار عبارت تصویص F 5 X. بالا F 4 هم تجزیه میکنید میشه F 4 X و اینش هم تجزیه شده به در قسمت میشه عبارت از F 4 Y. این تجزیه شد حالا شما باید هر کدوم شما بگیم باید مجموعه این بخاطر این جسم در تعادل باشه مجموعه F X من مسئله چی میشه؟ مسئله بر صفر میگم سگما F X مسئله بر صفر سگما F Y من هم باید مسئله چی شد؟ مسئله بر صفر شد بخشش که این قسمت جسم در تعادل نمیریم ما هدفمون پیدا کردن این فاصله است ما نوشته بگیم R X مسئله بچه است مجموعه F X و R Y هم مسئله میشه با مجموعه F Y حالا با خاطر پیدا کردن F Y ما نوشته بگیم چند تا قوا برای ما داده نوشته بگیم آری X مساوی میشه با مجموعه F X مساوی میشه با F یک مثبت F یک X مثبت F دو X مثبت با میشکل تا F N X و اینش منفی بود با در نسبت که ضرب بزنه تغییر میگه مشکل ندار آری یک مساوی میشه با ای آری X هست و این هم آری Y مساوی میشه با سگمای F Y مساوی میشه با F یک Y مثبت F دو Y مثبت هم به شکل F N Y این چیش مجموعه قواه هاشه حالا ما بخاطر پیدا کردن چی میکنیم؟ این دو تا را پیدا کردیم مجموعه شدن زمانی که ما دو تا را پیدا کردیم قبلا من در محصولت و در مرکبه برای شما گفتم هر دو مثلا یک وکتور داشته باشه این باشه چیه؟ F R X باشه و این وکتور دیگه شما چی باشه؟ R Y باشه شما چی را دارید؟ معرفه را دارید بخاطر پیدا کردن این مرکبه شما چی میکردین؟ تانجانت تیتا را تعریف میکردین تیتا را تعریف میکردین تانجانتش هم نوشته میکردین بخاطرش یکی ما قضیه فیثاغورس بخاطر آر پیدا میکردین آر نوشته میکردین با مربع یا ای مصرف میشه با آر ایکس مربع مثبت هم آر وای مربع از جا آر مصرف میشه با جذره R X مربع مثبت هم R Y مربع یعنی مسئله چندین کوار شما در نهایت از این رابطه چی میگنید؟ پیدا میگنید والا میگه برای چندین کوار زاویه چی میشه؟ شما چی میگید؟ تانجان تی تی تا مسئله میشه بر زل مقابل تانجان تی تا رو ما میگیم مقابل R Y بر R X در نتیجه تان تی تای ما مسئله میشه بر تانجان برمای منفی یک R از Y بر R از X ما میتونیم باید در قیلی را چکنیم پیدا کنیم برای یک مثال کار میکنم برای شما بهتر واضح میشم خسمت را بگیریم بعد مثال را کار میکنیم مثال اول شما فرض داریم بگیم یک سیستمی کمیات داره یک سیستمی کمیاتی وضعیت داره این محور چیز هم محور یکس هست و این هم محور وای هست میگه یک قوای جمع کرده باشه تحت زاویه چند درجه سی درجه و مقدارش هم عبارت از چند هست اف یک مسئله بدن نیوتن اف یک مسئله بدن قوای دیگه در قسمت عمل کرده عبارت از چیز F2 مسئله با این هم میگیریم 20 نیوتن و زاویش هم زاویه مشهور اکثر در نظر میگیریم 45 درجه و این قسمت هم در نظر میگیریم یعنی قوای دیگه به این راستا عمل کرده این مقدار قوار هم در نظر میگیریم عبارت از چند باشه مثلا زاویه 60 درجه عمل کرده و مقدارش هم F3 مسئله با 5 نیوتن
حرف بگیر. آره این سه تا خواه رو برای ما دادم. ما نمیتونیم مسئله که مسئله دو تا خواه پیدا کنیم. یعنی آر مسئله میشم جذب اف یک مربع مثبت هم اف دو مربع مثبت دو اف یک ضرب اف دو ضرب کوسان تتا نمیشم. چرا ما با خودی که اف یک مربع اف دو یک باید اون باقی میمونم؟ میگم استاد از این کار کنیم نگم نمیشم. حالا میگم از چی کار کنیم؟ میگم خب بیا اول چی را پیدا کن؟ آر یک را پیدا کن. نوشته که آر ایکس این من مذاره میشه با مجموعی اف ایکس. حالا که مجموعی اف ایکس گرفته برو مجموعی اف ایکس تا پیدا کن و آر وای هم مذاره میشه با مجموعی اف وای. حالا با خودی پیدا کردن شما میتونین یا با صورت مستقیم جدا جدا بگیریم یا با صورت در کل همش یک جا بگیریم نشه یک مشکل نداریم. این عبارت از چی میشه؟ تجزیه میشه میشه اف یک ایکس. این را تجزیهش کنیم میشه اف یک وای. و شما قبلا فهمیدین که هر خواه از اون دوتا مرکبه داره، یعنی دوتا مؤلفه داره. این چی میشه؟ اف سه وای. و این هم چی میشه؟ اف سه اکس. این را تجزیه کنیم میشه اف دو وای و تجزیهش هم میشه اف دو اکس. و شما یک چیز دیگه را بفهمید، هر با امتداد جهت محور مثبت محور بود خواه را در مثبت در نظر بگیریم، در امتداد جهت منفی بود در منفی در نظر بگیریم، یعنی به سمت راست اومد مثبت، به سمت چپ منفی، به سمت بالا مثبت، به سمت پایین منفی. نوشته میگیم آر ایکس مساوی میشه به در نتیجه آر ایکس مساوی میشه به مجموعه اف ایکس مساوی به مجموعه اف ایکس، یعنی خواه هایی که در این محور ایکس قرار داره. ما در این محور ایکس چند خواه داریم؟ یک خواه اف یک ایکس داریم، جهتش مثبت است. نوشته میگیم اف یک ایکس مثبت هم. خواهی FX داریم جهتش مثبت، اما خواهی FX با جهت منفی هم عمل دادن، جهت منفی نوشتن میگونه منفی FDX. حالا ما این رابطه رو بهش میبرم مساوی میشه با FX. ما قیمت چند داریم؟ قیمت FX که ما خاطر یک کمی شرکت میزنیم زودتر خلاص شد. قیمت FX که ما داریم ده، ده ضرب چی میشه؟ مرکبه یا افقی سر ضرب در کوساین میشه. نوشته میگونه ده ضرب جذب سه بر دو مثبت. خب اف سه مقدار اف سه رو چند داریم؟ پنج. پنج ضرب کوسان شصت مون یکی بر دو، پنج ضرب یکی بر دو منفی. خب اف دو رو داریم بیست، بیست ضرب جذب دو بر دو، جذب دو بر دو مساوی میشه با یکم سرکاری میکنیم ده تقسیم دو پنج، پنج ضرب یک اشاریه هفت میگیریم، پنج ضرب یک اشاریه هفت مساوی میشه با جمع پنج تقسیم دو میشه دو اشاریه پنج، جمع دو اشاریه پنج مساوی با بیست تقسیم دو شما میشه ده، ده ضرب یک اشاریه چهار میشه میشه چهارده میشه بیست تقسیم دو ده، جذب دو میشه یک اشاریه چهار میشه چهارده، جمع را میشه میکنیم چهارده میکنیم، منفی چهارده میکنیم، برشش کنیم. این قسمت ما چیز منفی است. چرا؟ با خاطر که چهارده جمع چهار یک را منفی میریم میشه منفی چهارده، منفی چهارده مساوی میشه به منفی سه. آر ایکس ما مساوی چی میشه؟ منفی سه نیوتن. آر وای هم در نظر میگیم، قیمت ما منفی رو برامد ما نگیم چرا منفی شده در نظر گرفتیم، یعنی جهت با کدام سمت برامد جهت مسیرش به این سمت است. جهت چه باید در نظر بگیریم؟ چرا قوه یک امیت الکتریز و قسمت آر وای هم در نظر میگیریم، آر وای مساوی میشه به قوه هایی که به سمت اف سه وای میگیریم منفی سه، منفی اف سه وای. قوه هایی که به سمت بالا رفت مثبت اف دو وای، مثبت هم اف یک وای مساوی میشه به قیمت اف سه را ما چند داریم؟ اف سه را داریم پنج، پنج ضرب ساین شصتمون جذب سه بر دو، پنج تقسیم دو مساوی ضرب جذب سه، چهار اشاریه سه، چهار اشاریه سه منفی سه، منفی چهار اشاریه سه مثبت هم. قیمت اف دو وای، اف دو وای ما چند داریم؟ قیمت شد اف دو وای داریم در ضرب ساین سی میشه میشه پنج، مثبت هم پنج مثبت. قیمت اف یک وای، اف یک بخشش کنیم دست در ده ضرب ساین چهل و پنج میشه میشه ده ضرب قیمت اف دو وای. اف دو را ما داریم چند؟ بیست، بیست ضرب ساین چهل و پنج ده میشه ده ضرب یک اشاریه چهار میشه چهارده مثبت هم. قیمت اف یک میشه دست در ده ضرب چی میشه ساین سی، ده ضرب ساین سی عبارت از چند است؟ یکی بر دو.
100 میشه یکی مردم میشه جواب میشه 5. در نتیجه نوشته میکنم آی وای مساوی میشه من منفی 4.3 مثبتم 5 14 مثبت 5 مساوی منفی 4.3 مساوی میشه من 14.7 واحدش هم عددش هم مثبت است. واحدش هم میگیم نیوتن. حالا ما به جواب نرسیدیم. مسئله رو ما پیدا نکردیم. ما مسئله رسیدیم. ما کار رسم میکنیم. این جهتش مثبت است یعنی به جهت بالا است. حالا اینو به جهت بالا میگیم عبارت از چی سر ای آری وای است. و اینو به جهت این سم میگیم عبارت از چی میشه آری اکس یعنی جهتش منفی است. یعنی ما جهت مسئله رو فهمیدیم که برای جهت میشه. و زاویه‌اش هم میتونیم چی کنیم پیدا کنیم. ما حالا قبل از زاویه باید خود کار پیدا کنیم. نوشته بگیرم آری ما مساوی میشه با جذر آری اکس مربع مثبت آری وای مربع مساوی میشه با جذر آری اکس ما قیمت آری اکس چند پیدا کنیم 3 مربع 9 14.7 مربع مساوی میشه جمع را 9 مساوی جذر 2 میشه بگیریم چهارده اشاره نه مربع مساوی جمع نه مساوی جذر دومش میشه 15.1 قیمت مساله ما چیشه 15.1 نیوتن چیده باشه که مساله رو ما پیدا کردیم حالا ما چی رو پیدا میبینیم؟ تیتا رو من رو خواسته باشه پیدا میبینیم نوشته میبینیم تیتا مساله میشه بچه تانجانت آری اکس آری وای بر آری اکس مساله میشه بر قیمت آری وای ما تقسیم چی میگیم؟ تقسیم آری اکس میگیم آری وای چند داریم؟ 14.7 14.7 تقسیم 3 مساوی با جذر ما چیشه میگیریم؟ شفت تانجانت میگیریم مساوی میشه با 78.4 درجه مساوی چی میشه؟ 78.4 درجه این قیمت چی میشه؟ قیمت تیتا این سوال رو شما میتونیم برای طریقه حل کنیم این طریقه چی بود؟ طریقه گرافیکی یکی دیگه ما طریقه چی داریم؟ قضیه ساین داره قضیه ساین برای ما چی میگه؟ هر کنه که یک مثلث داشته باشیم ما این مثلث چی میمونم؟ این زیرش A نام نگذارم این زیرش هم B نام نگذارم و این زیرم C این مقابل ما زاویه C باشه و این A باشه و این هم چی باشه؟ B باشه B خوردتره کردنم حالا ما میخوام بی تعریف کنم بگم ساینیه ساین همی زاویه A مساوی بر A مساوی با چی میشه قضیه ساین بیان میکنم مساوی میشه با ساین B بر B مساوی با ساین C بر C یعنی شما هر گام دو تا زرا داشته باشین یعنی دو تا قوه را داشته باشین یک تا زویه را داشته باشین میتونین یک دیگه چی کنین پیدا کنین مثلا هر گام این سوال رو در نظر بگیریم و کمک جنجال رو میشه خیر شکلش ترسیم میگیم باید رو به شکلی از مثلث بگیریم خود عین همیز عین سوالا ما چی بگیریم؟ مقدار این رو میرم انتقال میدم به صورت این شکلی که مطمئنیم گرفتیم باید دوباره شما بگیریم در خدمت این انتقال بدیم این زاویه زمانی که 30 درجه باشد این زاویه شما رو چی میشه؟ 30 درجه میشه این زاویه شما 30 درجه میشه نه حالا اول اکبر میکنیم کور انتقال میتیم اکبر این بچه شکل انتقال میتیم اونه فرض بگیریم که زاویه F1 به سمت بالا رفته زاویه F2 را مومدگیز به این سمت عدد ما چیز را یک مثلث تشکیل بودم زاویه F3 را ما بیارم در قسمت وصل کنیم یک مثلث تشکیل میشم حالا ما میام این زاویه را قسمت وصل میکنیم میخواید یا من چی تشکیل میتیم یک مثلث حالا بخاطر این مثلث من زاویه را نیاز دارم اینجا که 30 باشه این قسمت چند میشه 60 درجه میشه اینجا 60 درجه اینجا که 45 باشه اینجا چی میشه 45 درجه 45 جمع 60 میشه 105 درجه این قسمت برای ما چی میشه 105 درجه ما یک پیدا کردیم یکی از ازرا را پیدا کردیم و حالا چیز دیگری که ما نیاز داریم این در کدام صورت ما این رابطه رو پیش میبریم در صورتی که یک از قوه های ما کم باشه یا یک از قوه ها رو ما نداشته باشیم میتونیم از این
زاویه ما چیکی مزید را به تک پیشوریم اما اونا که همه خواه ها رو ما داریم مدیاز نمیشه و در صورت که خواه ما کامل بود باید استفاده میم اما از این خواه را بتارم پیشوریم دوباره به این جواب میتونیم برسیم میز مشکل ندارد یه باید از این قضای سان قضای سان برای ما چی را میگم زیر مقابل هر زاویه را بر هر زاویه را که نظر بر زیر مقابلش بگیریم با دیگر چی میشه؟ مساوی میشه خب تا این قسمت شما نوت کنید سوالا با درس دادن پیش میرم درس قبل پیش میرم در قسمت اجر ما گفتم هر کم گفتم چند تا با ترکای سال یا قواعد مثلا بود یا قواعد ویدیو بود با یا قواعد ویدیو ما گفتم در قواعد سال نمبر تعدادی وای ما از تو بیشتر شما اما ما در اینجا میخواستم که ما در اینجا پای اف یاد بود با ایرام اف دو بود با ایرام چی اف ای سه ما میخواستم مسئله رو پیدا کنیم باید پای چهار می اضافه میشه اینجا با این اساس ما نمیتونیم مسئله رو چیکنیم پیدا کنیم یعنی باید ما دقیقا خواهی که داریم حتی اکثر خواهی که داریم دوتا باشه و از سه همه چی باشه مسئله یعنی وار باشه ما میتونیم چی کنیم پیدا کنیم در صورت تعداد کوهای ما از دوتا بیشتر شد و سه تا شد مثلا برای ما مسئله خواسته شد نمیتونیم پیدا کنیم اما این خودی را خواه باشه مسئله خواسته نشه به کوهای سه همه را پیدا کنیم در این جسم ما میتونیم کوهای سه همه را مقدارش از قضیه ایسان چی کنیم پیدا کنیم و هرگاه تعداد کوهای شما بیشتر بود طریقه سادش چیز را طریقه گرافیکی میتونیم پیش بریم عنوان بعدی دیگر که شما دارین شرایط عمومی تعادل ما یک جسم در کدام مورد تعادل میتونیم داشته باشیم عنوان نوشتم اینا شرایط عمومی تعادل تعادل ما میگیم دارای چند شرط است دارای در کتاب شما گرفته منظورم دارای دو شرط گرفته اما تعادل ما یک جسم در حالت تعادلی که میخواد داشته باشه سه حالت داره شرایط عمومی تعادل دارای چند شرط است؟ دارای سه شرط. نوشته میکنیم شرط اول، شرط دوم و شرط سوم. ما در اینجا ما باید شما بیاد داشته باشیم ما حتما در دو بار در فضای دو میدیم ما که در دو بار که در نظر میگیم برای ما سه بار دارای سه شرط تعادل می باشیم اما اجسام زمانی که ما سه بود در نظر می گیریم شرایط تعادل ما شش تا می شود یک مروری می کنیم به اون سر ازم باز شما خدا ما می گیم شرایط تعادل چرا ما می خواهیم تعادل و عمومی تعادل و شرایط جا بکنیم به خاطر که زمانی که سه شرط تعادل ما داشته باشیم یعنی جسم ما در حالت تعادل ساکن در این نقطه قرار می گیرد و این نه دورانی می داشته باشه نه حرکت افقی نه حرکت عمودی و هیچ حرکت دیگر نمی داشته باشه این حالت رو ما برام چه میکنیم برام شرایط تعادل به خاطر که ما شرایط تعادل رو بفهمیم یک محور رسم میکنم یک محور وای است یک محور ایکس است من این مرد یک جسم در این قسمت قرار میدیم یا یک میله قرار می داشته باشه فرض میگینیم یک میله که سه شرط شما به صورت ساده تر میتونیم در این بفهمیم یک میله قرار داشته باشه در اینجا و در اینجا هم مصل است باید این به امتداد این سمت حرکت نکنه یعنی به این جا حرکت نکنه حرکت نکنه باید به سمت بالا رو حرکت نداشته باشه به این سمت هم حرکت نداشته باشه سمت پایین هم نمیره حرکتش در این سمت هم باید چی باشه مر باشه و همچنین دوران نکنه نگه خیلی اصلی مهمی که جاست نباید در مومنت هم نداشته باشه نداشته باشه به چی معنا؟ یعنی مومنت که داره
خدای وفاقی داره عمودی داره بعد اینو مسئله که صفر شد یعنی باید خدای که از سمت میکنیشن بایستن باید باندیو چی شدم؟ مسئله شدم داری بار از ما بگیری نداره یعنی که مسئله بس صفر است نداشتنش من این نیست که اصلا این مومن نداشته باشه داره اما مقدارش با طرف مقابل چی شده؟ مسئله شده یعنی صفر شده شرایط تعادل برای بچه میگه مجموعه های افقی باید مسئله بس صفر شده یک شرط دوم میگه این بچه من رو یعنی بس طرف افق حرکت کرده نتونه برای این چیزا داریم میگه تخته حرکت کرده نتونه این هم بگیم مجموعه های افقیش باید صفر شده یعنی چند خواهی که از عمل داره اکثر عملش هم باید مقدار باید مسئله باشه باید چی شما از صفر شد روشته باید نیم سیگما ایفی باید مارم باید مسئله باید صفر باشه یعنی مجموع قوای عمودی ما بسمت پایین هم نبیاید و بسمت بالا رو نرم یعنی بسمت حرکت پایین هم حرکتش معنی باشه یعنی مانعی داشته باشه بسمت بالا رو میخواید که بروه یا پرواز کنه مانع داشته باشه نتونه رفتن پس میگیم سیگما ایفی از بای ما مسئله باید چی شما صفر باشه و شرط سوم تعادل خیلی شرط مهمی تعادل هم از باید سیگمای مومنت ما یعنی مجموعه مومنت ما باید مسیر بچی باشه صفر باشه یعنی چرخش نکنه این در چی بود؟ در سه بودی بود در دو بودی بود اما در سه بود ما در نظر میگیریم یکی محور X داریم یکی محور Z داریم و دیگه محور X, Y و Z یک جسم فرض کنیم برای شکل در این قسمت قرار دارم هر بار ما میخواییم این جسم در تعادل همین حالت قرار بگیره و از تعادل خود بجا نشود ما چی نیاز داریم؟ به خاطر باید در امتداد محور وای حرکت نکنیم یعنی ما میگیم سیگما ایفی وای مسئله باید صفر شود بسمت بالا بسمت زاید هم نرود در سبب میگیم سیگما ایفی زاید مسئله باید صفر شود و فعلا نمی سیم بود است بسمت این سمت حرکت نکنیم یک به سمت بالا نرم دو این میگه که به سمت مایل به این شکل یعنی به امتداد این محور که ما اینجا در نظر بگیریم به این سمت میگه حرکت نکنه قید باشه ما میگه باشه به سمت بالا رو نرم میگم قبول میگه که به این دو سمت که نمیره پس این زایده رو حرکت نکنه یعنی به امتداد این محور هم به صورت مایل حرکت نکنه پس میگیم سیگمای اف ایکس هم باید مسیر باید صفر باشه حالا میگیم درست شد سه طرف حرکت نداشت حالا میگه همین جسم بدر این محور نباید چرخش کنه بدر این محور چرخش نداشته باشه میگه سیگمای مومنت هر محور وای باید مسیر به صفر باشه قبول میگه بدر محور ایکس هم نباید به این دارم چی کنم چرخش نداشته باشه میگه سیگمای مومنت هر محور ایکس باید مسیر به صفر باشه میگه قبول میگه باید به این محور هم چرخش نداشته باشه بدر محور زاید هم نوشته میگه سیگمای مومنت حال محور زاید مسئله به صفر یعنی در سبودی باید شش شرط تعادل صفر شود یعنی کامل شود تا اینکه جسم شما در تعادل قرار داشته باشه اما بخاطر اینکه تعادل در کتاب مکتب شما در دو بود در مطالعه قرار دادن ما هم از دو بود پیش میریم بگیم در تعادل ما دارای سه شرط است اولا در کنکور از شما پرسیده میشه تا یک جسم در کدام حالت در تعادل قرار میگیره با شما چی جواب میدین سه شرط تعادل را باید صدق کنن پرسیده میشه شرطش چیست باید مجموعه FX مسیر به صفر باشه به حرکت افقی نداشته باشه مجموعه FY مسیر به صفر باشه حرکت عمودی نداشته باشه مجموعه مومنت هم مسیر به صفر باشه یعنی حرکت دوامی هم نداشته باشه این چی میشه شرایط تعادل میشه و زمانی که ما بگیم FX هدف ما از چیز هم بگیم مجموعه FX مسیر میشه و مجموعه FX FX مصبت هم FX مصبت هم تا FN X مجموعه FY مساوی میشه با FY مصبت هم FY مصبت هم به شکل مصبت هم FN Y میگیم سکمای مومنت باید مسیر به صفر باشم نوشته میکنم M1 مصبت هم M2 مصبت هم M3 به همین شکل باید تمام اینا مسئول به چی باشن؟ مسئول به صفر باشن چقدر مومنتی که داریم باید چی شما صفر باشن تا جسم ما در حالت تعادل قرار بگیرن و شما میفهمید که مومنت هایی هم که ما میگیم که مومنتی ما
Ahora te escribo una serie de cosas que me echan a tener mi imaginación más o menos acá. Sıfır dar netice. Em yak eşi bu çidirin. Ef yak zarbi eksi yak. Musbatan ef du zarbi eksi du. Musbatan işe kutu. Musbatan geniş masrı koyar. Beşi çabas tekemiş. Yani bitmiş ha. Momenti olmuş. Ve dar rabite da şart ya var et odun mudurin. Majmuye kuvahoy mu masrı bas sıfır boşa. Yani kuvahoy ما میگیم سوال رو میکن میکنیم نوشته کنیم این قسمت شما رو اگنود کنیم بعد از سوال رو چی میکنیم؟ کار میکنیم صفحه 30 وقتی کتاب تن یک مثال آورده گرفته یک گروپ برق با وزن دم میتن توسط یک سقف به سقف خانه بخشش کنین یک گروپ برق با وزن دم میتن توسط یک سیم به سقف خانه آویزان شده و با حالت سکون قرار داره سکون میگفت یعنی تعادل از تعادل حفظ شده و این کشش سیم رو چیمو چی کنین محاسبه کنین مگه یک سقف خانه دارین شما یک گروه میگه آویزان شده گیست بایش اگه معلومه باز می گروه هم دبلیوی شما بسید بچه کتا مسئله بدن نیوتن هست خواهی کشه ما بچی نشان میدیم شما پیاد داشته باشیم ما خواهی کشه فتی نشان میدیم و خواهی کشه شبارت از سیز خواهی اکسل عمل خواهی اکسل عمل همیشه خلاف خواهی عمل هست خواهی عمل همه فکر باز به مکنون طرف هم می گروه میخواد پایین کش کنه دبلیوی شما به طرف پایین کش میکنه باید خواهی اکسل عملش به سمت بالا کش کنه و با خاطر که شما از شما چی خواسته شده می خواهی کشش در تار حساب کنیم تی مثلا میگه برنامه مشخص یا در تار یا در تی شما میگین قوای ما به صورت عمودی عمل کرده باید کدوم شرط عدالت در نظر بگیریم سگما اف وای مثلا بچه چرا هم مثلا بس سر بشه چرا مثلا بس فکر میگین با خاطر که جسم شما در حال تعادل یعنی در حالت سکون است پایین و بالا نمیشه دیگه حالا ما میگیریم کدام قوا میگیریم دبلیو به سمت پایین است تی به سمت بالا تی مثبت میشه منفی دبلیو میشه مثلا بس سر آج تی مسئله بچه میشه مسئله دبلیو مسئله قیمت دبلیو را شما چند داره این ده نیوتن یه بارت از چی شد قیمت و سوال دیگری دادن گفتن جسمی که در صفحه سی وقت کتاب دارن جسمی که توسط یک تار آویزان شده است توسط و یک پانزه نیوتن بطر افقی عمل نمود و مطابق شکل جسم را در حالت تعادل نگه داشتن کشیده می شود خواهی کشی رو که بر تار عمل میکنن واسی برنا بوده و هم وزن جسم رو بالا سواری در حالی که کسان پینجاسته مسئله سپرشونه شش وزن میشه مسئله بس سپرشونه هشت بشن شما توجه کنید میگم مثال اول میگیرم بایرم مثال دوم هر دو میگیم یک سخت خونه بازم داشته باشه مثلا ابتدا یک چی بودن در ابتدا بیره شما تخیلی در نظر بگیریم زمانی که وزن آویزان میکنیم به یه حالت میباشه عمود میباشه میگه یک قوا گرفته ایره چی کده؟ کش کده یه وزن گرفته این طرف کش کده رویز میخوای به این طرف کش کنه مقدار وزن مسئله بر نامشخص از دبلیو مسئله بر نامشخص توسط کدام قوا کش کده رویزیم؟ توسط قوای پانزر نیوتن قوای پانزر نیوتن از شما چی خواسته شده کشش در تار خواسته شده تی مسئله و نامشخص دبلیو رو نامشخص والا چیزی را که شما دارین در اینجا تمام چیزی را که دارین این زاویه را برای شما داره گفته 53 در اینجا است و بفهمین کسان 53 مسئله و 0.6 کسان 53 مسئله و 0.6 و ساین 53 مسئله بشه و 0.8 این دو تا را داریم حالا شما میخواییم که پیدا کنیم یعنی قوای شما هم در امتداد محور افق داره نه هم در محور عمود حالا ما میم از کجا در نظر میگیریم ما بودیم شکل گرافیکی ترسیم میکنیم این تو با یک نقطه در نظر میگیرم
میام در ماده معمارات قرار میدم. این قوه با این سمت عمل کرده یا میگیرم F. قوه W رو همیشه باید من بفهمیم به سمت پایین عمل بگیرم همیشه بگیرم W. قوه کشش تا مدوم معلیفه تنظیم میشه یکی این عبارت از کشش هست یکی میشه تی وای میشه و دیگری میشه تی اکس. حالا با خاطر پیدا کردن من سیگما رو میگیرم سیگما اف اکس من باید مسئله به صفر شود سیگما اف اکس مسئله به صفر در نتیجه اف مثبت است منفی تی اکس مسئله به صفر عدد ما پیدا کردن تی صفر نوشته بینیم تی اکس اما چی داریم تی ضرب کوسانی الفا تی ضرب کوسانی تیتا کوسانی تیتا بارم 53 درجه مسئله به چی میشه؟ مسئله به این اون طرف مسئله که تیر شده مسئله به 15 میشه قیمت شما از میکنیم از اینجا در نتیجه تی مسئله میشه و کوسانی 53 رو ما چند داشتیم کوسانی شخیبه چه داده 0.6 15 رو میگیریم تقسیم چند میگیریم تقسیم 0.6 15 تقسیم 0.6 مسئله میشه 25 از اینجا نوشته میگیریم 25 نیوتن یه قیمت تی پیدا شد حالا من قیمت دبلیو نیاز است نوشته بگیم سیگما اف وای مسئله به صفر چرا سیگما اف وای مسئله به صفر میتونیم بخاطر که دبلیو در راستای عمودی قرار دارن و بخاطر این باید قوه های راستای عمود هم مسئله به صفر قرار بدم و این قوه هم به جهت بالا است از اینکه نوشته بگیم در نتیجه دبلیو به سمت پایین است منفی میگیرم منفی را مثبت هم تی وای مسئله به صفر حالا دبلیو نیاز از دبلیو را باو سمت مسافت تیر میکنم دبلیو مسئله میشه با قیمت تی را ما پیدا کردیم نوشته میکنیم تی ضرب چی؟ ضرب ساین تیتا مسئله میشه تی را ما پیدا کردیم 25 25 ضرب ساین تیتا ما ساین 53 ساین 53 را ما داریم 0 از شد بخشش کنیم نمی قسمت غلط چی دارم نظرم چیزی که در اینجا نگرفتیم ما سال 53 را داریم 0.8 هر قسمت غلط چی داره قسمت غلط است 0.8 دیگه ما داریم تیر از پیدا کردیم 25 و سال تیتر ما داریم سال 53 0 از 0.8 میشه 8 ضرب 0.8 زمانی که ما 25 ضرب 0.8 کنیم جوابش میبره 25 ضرب 0.8 مسئله میشه تا 20 در نتیجه می نوشته بگیریم W وزن ما مسئله چی میشه 20 نیوتن ما میتونیم به این طریقه هم مجبورات رو در معادلات مون چی کنیم؟ پیدا کنیم و همین سر مثال دیگری میگیریم از کتاب بازم این قسمت شما بگیریم بعد از اون مثال دیگر هم کار میگیریم مثلا مثال چندم شه بازم میگیریم مثال سوم در مثال سوم برای ما چی داده باشه یک قوار یک سیستمی از یک میله داده شده برای میله مگه شما در نظر بگیریم چی رو در نظر بگیریم یک قوار در این راستا عمل کرده یک قوار ما میگیم اف یک مثلا چی میشه 5 نیوتن و یک قوار دیگه در این راستا عمل کرده گیست و زاویه را پخش من داده 30 درجه و زاویه را که 30 داده افی دی را مقدارش داده افی دی مسئله به چی میشه؟ مسئله میشه بردن نیوتن افی دی مسئله میشه بردن نیوتن حالا میگه یقوه دیگه در این راست عمل کرده یه عبارت از چیز افی سه شما میگه همین سیستم در تعادل است شما مقدار قوه افی سه را چی کنیم؟ پیدا کنیم با خاطر پیدا کردن افیسه خیلی ساده است ما میتونیم افیسه را پیدا کنیم اما یک چیز دیگر که باید پیدا کنیم بهتر میشه این را نامعلوم بگیریم
ایران ما معلوم بگیریم و چیز را که در نظر بگیریم بگیریم تونی میلره باشه 4 متر و اتکار هم در فاصله چی در وسط عمل کرده باشه تونی میلره 4 باشه دو طرف ما میشه 2 متر و وزن میلر بخش بود چقدر داده باشه وزن گفته باشه وزن میلر مساویت با 20 نیوتن حالا سوال اکم در جنجالی رنگ میشه خیر نوشته بگیریم دیاگرام شکل آزاد ترسیم میکنم این را یک بطلای نقطه ای در نظر میگیرم یعنی وزن میشه در وسط در نظر میگیرم شما میتونید چی را میفهمین از جا؟ وزن همیشه در وسط عمل میگیرم وزن در فاصله ای وسط کم کرد میره در وسط در بیدو مسئله چی میشه؟ 20 نیوتن در بیدو مسئله با 20 نیوتن شد قوای افیدی ما با دو مرکبه تجزیه میشه یکی ما داریم F2X و دیگه اش ترجیه میشه میشه F2Y F2Y من مصحب میشه با F2 ضرب چی؟ ضرب در ساین تیتا ساین تیتا رو ما داریم یکی برده یکی برده ضرب ده شما میشه 5 نیوتن F2X رو مصحب میگیم F2 ضرب در چی؟ ضرب در کوساین تیتا کوساین تیتا بس کوساین 3 است 10 ضرب 3 10 ضرب جذر 3 برده 10 تقسیم 2 5 5 ضرب جذر 3 5 یکی من 5 5 3 15 5 سه 15 تقریبا میشه 6.5 اگر اشتباه نکرده باشم اشتباه رو کرده باشم باز حساب از خودتان پیش بریم و قوای دیگر این مداره هم در اینجا رو میرم انتخاب بودم اینجا میتونیم بگیریم چی؟ افیسر هم بگیریم در می راستاست از این دیاگرام شد ترسیم بگیریم به دیاگرام این سوال هر کنیم میشه سوال جنبیالی دیاگرام هست با دیاگرام جنبیالیش چی بیشتر میشه نوشتم بکنم از همین شکل در نظر میگیریم مگه چیز در خود را سگما اف ایکس مساوی با صفر کدام قواها با طرف افق عمل کردن یک اف دو ایکس از جهتش به این طرف است نوشته میکنم منفی اف دو ایکس مثبتم اف یک قیمت اف یک ما داشتیم اف یک من مساوی با 5 نیوتن بود اف یک مسئله با 5 نیوتن و اف سه مون مسئله با نامشخص است حالا که اف یک مون مسئله با 5 نیوتن اف یک هم نامشخص گرفتم داریم بودیم باید پیدا کنیم نوشته بگیرم من که اف دیکس مثبت هم اف یک مسئله با صفر از اینجا نوشته بگیرم اف یک مسئله میشه با اف دیکس باید تو قاید این طرف مسئله باشه اف دیکس هم بگیرم اف در قیمت شما چند داریم؟ ده ده ضرب اف دیکس ده ضرب کوسان تیتا کوسان تیتا رو میشه جذر 3 بر 2 جذر 3 بر 2 میشه 5 5 ضرب 1 اشاری 3 5 ضرب جذر 3 رو ما داریم 1 اشاری 7 5 ضرب 1 میشه 5 5 ضرب 3 5 میشه 8 اشاری 5 اف یک من مسئله چی میشه 8 اشاری 5 نیوتن باز چی ما در ماشین حساب ضرب بزنیم میتونیم بگیریم سگما اف وای در نظر بگیریم مسئله چی میشه 0 کدام قوا با صورت عمودی عمل کرده یعنی قوایی که عمل کرده با صورت عمودی میگیریم یکی اف 3 منفی سمت پایین یک وزن جسم ما داریم وزن خود میله را داریم ما گفتیم وزن میله در وسط هم هم میگنه یه بارا تصیص دبلیو در دیاگرام هم میشه نمو نگرفت خیلی نوشته میگیم دبلیو دبلیو رو میگیم منفی دبلیو و قوای دیگر هم که به طرف پایین عمل کرده یه بارا در منفی اف دو وای هست میگه منفی اف دو وای مسئله من صفر در اینجا برای چی رو میشه هست؟ تنها اف سه اف سه رو سمت مسئله تیر میکنم اف سه مسئله میشه با منفی اف دو وای منفی اف دو وای عبارت از چیست هم؟ منفی دبلیو منفی دبلیو را قیمت چی داریم؟ قیمت منفی دبلیو میشه منفی 20 منفی 20 و قیمت اف دو وای قیمت چی داریم میشه؟ اف دو اف دو ضرب میشه ضرب ساین تیتا میشه منفی 5 منفی 5 مسئله چی میشه؟ مسئله میشه با منفی 25 در نتیجه اف دو اف سه ما مسئله میشه منفی 25 حالا در ذهن شما شاید یک سوال خلق شده باشه استاد من منفی 25 چرا شد قوای ما که منفی نمیشه ما میگیم چرا منفی شد تمام قوای ما به صورت عمودی عمل کرده باید عکس العمل ما به سمت بالا باشه یعنی باید جهت 180 درجه چیکار تغییر جهت کنیم یعنی باید جهت ما در شکل بگیم جهت با در جواب چی گفته میشه جهت اشتباه است باید 180 درجه تغییر کنیم و جهت ما به سمت بالا میشه تا یک قسمت درس امروز ما به اتمام برسم ما تا یک قسمت درس خواندیم و تقریبا یکم جزئیات از فصل اول نمونده باشه دیگه اول اینو خلاص شدم یعنی شما فصل اول رو خواندیم خلاص شد تا صفحه
46 کتاب شما خلاص شد تا صفحه 45 درس بود و خلاصه فصل شما خودتان بخونید، تمرین هم کار کنید تا صفحه 50 هر گوه مشکل داشتیم، مشکل رو واسه رو روی کنیم و بارتون حال کده میمونیم و در درس بعد هر دوخه کنم قسمت از این فصل اول مونده باشه بعد شما یادآور میشه. خب دیگه وقتتان خوش، خدا یار و مددگارتان، خدا حافظ.